از توافق بسیار بد هسته‌ای با ایران بیرون کشیدیم و خلافت اسلامی داعش را از بین بردیم، مؤسس آن البغدادی را کشتیم و قاسم سلیمانی که تروریست شماره یک دنیا را بود کشتیم. آقای رئیس، چون این ملتی شایسته تحریم نیست. جواب صلح جنگ نیست. پاداش مبارزه با افراطی‌گری ترور نیست. جدال از راه دور در نشست مجازی مجمع عمومی سازمان ملل. ترامپ از فشار بر ایران دفاع کرد. روحانی گفت نه جنگ می‌کنیم نه مذاکره. خبرنگارمان از مقابل مقر سازمان ملل در نیویورک گزارش خواهد داد. از یک طرفدار فشار حداکثری بر ایران می‌پرسیم آیا سیاست دولت ترامپ بعد از این به جایی می‌رسد؟ این سوال را همچنین از یک منتقد سیاست‌های دونالد ترامپ خواهیم پرسید. در ادامه برنامه امشب واکنش ها به پخش مستند کودتای خزنده در سپاه از بی بی سی فارسی. نزدیکان حکومت از لزوم پاسخگویی میگویند، مخالفانش از سرنوشت فرماندهان معترض حیرانند. روایت کودک سربازان جنگ ایران و عراق، کودکانی که در سنگر گریستند و راهی میدان مین شدند. و استاد آواز ایران 80 ساله شد. بعضی تیکای آواز کردگان شاهکار بود. من فکر میکنم اگه حافظ بود پا میشد غرق بوسه میکشد. اونجایی به مفلسان شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 75مین سالگرد تأسیس این سازمان در سالن‌های تقریبا خالی و با سخنرانی‌های عمدتاً مجازی رهبران دنیا آغاز شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بخش عمده سخنرانیش را به چین اختصاص داد. آقای ترامپ بار دیگر کرونا را ویروس چینی خواند و به شدت از این کشور و سازمان بهداشت جهانی انتقاد کرد. در مقابل شی جینگ پینگ رئیس جمهوری چین در پیام ویدیویی‌اش هر گونه تلاش برای سیاسی سازی شیوع ویروس کرونا را محکوم کرد و درباره خطرات برخورد تمدن‌ها هشدار داد. آقای ترامپ در این سخنرانی با اشاره کوتاه به ایران، خروج آمریکا از برجام، وضع تحریم‌های خرد کننده علیه جمهوری اسلامی و کشتن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران را یادآوری کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم گفت آمریکا نه میتواند مذاکره را بر ما تحمیل کند و نه جنگ را. گزارشی ببینیم از بهمن کلباسی. برنامه ریزی برای 75مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل از پارسال شروع شد، با این هدف که فرصتی باشد برای پررنگترین حضور رهبران جهان در حمایت از این بزرگترین نهاد بین المللی و مأموریت اصلی آن، کاهش تنش بین کشورها از راه گفتگو و یافتن راه حل برای چالش‌های جهانی مانند تغییرات اقلیمی و فقر، همه با چند جانبه‌گرایی و ابتکارهای دیپلماتیک. بحران کرونا اما آن را به سوت و کورترین سالگرد نشست سران در تاریخ این سازمان تبدیل کرد. نه رهبری آمده و نه از هیئت‌های دیپلماتیک و دیدارهای معمول خبری هست. نشستی مجازی که سخنرانی‌های عمدتاً از پیش ضبط شده سران در آن از چند ساعت پیش به مدت چند روز پخش می‌شود. تأکید دبیر کل سازمان ملل در افتتاح این نشست بر همکاری بین المللی به ویژه در شرایط کرونا بود. کووید 19 آسیب پذیری های جهان را نمایان کرده. افزایش نابرابری ها، فاجعه اقلیمی، افزایش شکاف های اجتماعی و فساد لجام گزیخته. برای غلبه بر این ضعف ها و چالش ها ما به همکاری های بین المللی بیشتر نیاز داریم، نه همکاری کمتر. به نهادهای چند جانبه قوی و قدرتمند، نه کنار گذاشتن این نهادها. به مدیریت جهانی بهتر، نه هرج و مرج و تکروی. رئیس جمهوری آمریکا اما ساز متفاوتی زد. انتقاد شدید
از چین در سخنرانی که دیروز در کاخ سفید ضبط شده نشانی از اینکه مخاطب اصلی او رای دهندگان آمریکایی بودند نه جامعه جهانی. بخشی از استراتژی آقای ترامپ برای پیروزی مجدد انداختن تقصیر شیوع ویروس کرونا در آمریکا به گردن چین و ضعیف خواندن رقیبش جو بایدن در برابر پکن است. ما یک بار دیگر درگیر یک نبرد جهانی هستیم. ما به جنگ دشمن نامرئی ویروس چینی رفتیم که جانهای بیشماری را در 188 کشور جهان گرفته. ما باید کشوری را که این طاعون را به جان جهان انداخت مؤاخذه کنیم، چین را. در نخستین روزهای ویروس چین سفرهای داخلی را متوقف کرد، ولی به هواپیماها اجازه داد از چین خارج شوند و جهان را مبتلا کنند. دولت چین و سازمان بهداشت جهانی که عملاً در کنترل چین است به غلط ادعا کردند شواهدی درباره سرایت ویروس از انسان به انسان دیگر وجود ندارد و بعداً به غلط گفتند که کسانی که نشانه ابتلا ندارند بیماری را منتقل نمی کنند. سازمان ملل باید چین را بابت اعمالش مؤاخذه کند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین بدون اشاره به ناکامی دیپلماتیک کشورش در شورای امنیت برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران سیاستش در برابر تهران را مرور کرد. ما از توافق هسته‌ای افتضاح ایران خارج شدیم و تحریم‌های فلج کننده علیه بزرگترین دولت حامی تروریسم جهان اعمال کردیم. ما خلافت داعش را 100% نابود کردیم و رهبر و بنیانگذارش بغدادی را کشتیم و بزرگترین تروریست جهان یعنی قاسم سلیمانی را از بین بردیم. سفیر آلمان در سازمان ملل اما گفت علی‌رغم صحبت‌های مقام‌های دولت ترامپ و تحریم‌هایی که دیروز اعلام کردند، ادعایشان در مورد بازگشت تحریم‌های سازمان ملل قانونی نیست و رخ نداده. این کار روی هیچ چیزی تأثیری نگذاشته. ما تأکید کردیم که آمریکا از توافق خارج شده و نمیتونه مکانیسم ماشه موجود در توافق رو به کار بندازه، چون دیگه عضوش نیست. فقط اعضا اجازه چنین کاریو دارن. این تغییری نکرده. حسن روحانی هم تحولات چند روز گذشته در شورای امنیت را یک پیروزی دیپلماتیک برای تهران خواند. پیروزی نیم بند که فقط وقتی ممکن است دوام بیاورد که آقای ترامپ در انتخابات 40 روز دیگر ریاست جمهوری شکست بخورد. من اینجا لازم می‌دانم از رؤسای دوره‌ای شورای امنیت در ماه‌های اوت و سپتامبر و 13 عضو این نهاد به ویژه کشورهای روسیه و چین تشکر کنم که دوبار به صورت قاطع به استفاده ابزاری و غیرقانونی آمریکا از شورای امنیت و قطعنامه 2231 با صدای بلند نگفتند. 75 سال پس از تأسیس سازمان ملل نشستی مجازی در زیر سایه بحران کرونا و نگاه بسیاری از پایتخت‌ها به رقابت انتخاباتی آمریکا که سرنوشت همکاری بین‌المللی و چند جانب گرایی به نتیجه آن گره خورده. بهمن کلباسی، بی بی سی، نیویورک. بهمن کلباسی به طور زنده از نیویورک با ماست. بهمن، جمع‌بندیت از سخنرانی‌های امروز چی بود؟ مشخصه که اولویت آقای ترامپ چین بود، گویند که گذرا به ایران هم اشاره کرد و نگاهش هم به افکار عمومی داخل آمریکا. پاسخی هم که از چین گرفت، گویند که این سخنرانی‌ها از قبل ضبط شده بود و به تبع رئیس جمهوری چین به اون چیزی که آقای ترامپ اینجا مخصوصا گفت پاسخ نمیداد، ولی مشخص بود که میدونستن که مورد حمله قرار میگیرن. این بود که ما قصد دعوا نداریم، نه جنگ سرد نه جنگ گرم، و همچنین معتقد نیستیم که کرونا رو باید سیاسی کرد. و به نوعی رئیس جمهوری چین اینجا سعی کرد نقش یه رهبر جهانی خیلی معتدل‌تری رو بازی کنه در شرایطی که دولت آمریکا و رئیس جمهوری آمریکا کشورش رو هدف قرار داده. یه مقداری تفاوت داشت در لحن دو طرف، و همچنین رئیس جمهوری روسیه که اونم سعی کرد بیاد حرف از این بزنه که ما آماده ایم واکسنمون رو به جهان بدیم، و حتی حرف از این زد که در شورای امنیت در سازمان ملل به دیپلمات‌ها بدیم. همه سعی می‌کردن، نظر میاد اون خلایی که در نبود رهبری آمریکا وجود داره به خصوص در مورد سازمان ملل رو یه مقداری پر بکنن. و همچنین طرف ایرانی، خب آخرین سخنرانی آقای روحانی است در سازمان ملل و اینجا نبود به تبع مثل بقیه رهبران، و خیلی هم متفاوته اگر مقایسه کنیم با 8 سال پیش که گفت صلح در آستانه صلح هستیم
خیلی خوشبین بود به شرایط واقعیت‌های سیاست آمریکا و خروج دولت آمریکا از برجام و تنش شدیدی که الان وجود داره. خب اون امیدها رو بخش بزرگش رو به یأس تبدیل کرده و امروز حرف از این بود که نه مقاومت می‌کنیم و نمی‌توانید ما رو مجبور کنید که صلح بکنیم یا اینکه مذاکره بکنیم یا اینکه وارد جنگ بشیم. ولی فراتر از اون یک قسمت دیگه هم حرف آقای روحانی به نظر میومد تلاشی بود برای اینکه بگوید ما رو به توپ بازی سیاست آمریکا تبدیل نکنید. برای ما هیچ فرقی نمی‌کنه چه کسی رئیس جمهور بشه. البته بسیاری از ناظران خواهند گفت که اصلاً اینطور نیست و بسته به اینکه چه کسی رئیس جمهور بشه شرایط ایران و روابطش با آمریکا میتونه خیلی متفاوت باشه. متشکرم بهمن کلباسی. ایلان برمن از مؤسسه شورای روابط خارجی آمریکا از واشنگتن دی سی با مصاحبه برمن. خوش آمدید به برنامه. شنیدید صحبت‌های حسن روحانی رو که آمریکا نمیتونه جنگ رو به ما تحمیل بکنه و نه مذاکره رو. سوال اینجاست که 4 سال سیاست فشار حداکثری آقای ترامپ چه نتیجه‌ای در عملکرد ایران داشته؟ خب فکر میکنم که در این یکی دو روز اخیر ما دو پیام خیلی مهم رو دریافت کردیم. اولین این بوده که بحث این که مکانیزم ماشه چطور عمل میکنه، آیا این محدودیت های چند جانبه ادامه پیدا میکنن یا نه، در واقع یک تست، یک آزمون است برای اعتبار سازمان ملل. پرزیدنت ترامپ این سوال رو پرسیده و پرسیده که آیا جامعه بین المللی آماده هست که ایران رو پاسخگو کنه، این رژیم ایران رو پاسخگو کنه یا نه. و نکته مهم دیگر اینه که کاخ سفید خیلی روشن گفته که اگر جامعه بین المللی آماده نیست که این سیاست فشار حداکثری رو ادامه بده، به هر حال ادامه پیدا خواهد کرد و شدیدتر خواهد شد از جانب آمریکا، برای اینکه آمریکا به صورت یک جانبه مکانیزم به اصطلاح معاشر رو فعال خواهد کرد و حد اکثر همچنان ادامه خواهد داد، به اینکه مانع از این بشه که ایران بتونه به سلاح دسترسی پیدا کنه، ولو اینکه جامعه بین المللی آماده اقدام نباشه در این زمینه. آقای برمن، پاسخم رو هنوز نگرفتم. چه نتیجه ای داشته این سیاست؟ آیا عملکرد جمهوری اسلامی تغییر کرده؟ So the answer is, I think, yes and no. به نظر من پاسخ بله و نه. اگر بخوایم واقع بینانه به قضیه نگاه کنیم، سیاست فشار حداکثری واقعا یک اثری داشته. اگر شما به درآمدی که ایران از فروش نفت به دست می آورده نگاه کنید، اگر به ارزش ریال ایران نگاه کنید، خیلی روشنه که این فشار خارجی داره تاثیر میذاره روی اقتصاد ایران. اما سوال اینجاست که آیا این داره رژیم رو به سمت انجام دادن اون کارهایی که کاخ سفید میخواد هم سوق میده یا نه، یعنی به سمت مذاکره کردن، به سمت یک توافق جدید که با منافع آمریکا همسوتر باشه سوق میده یا نه. تا این لحظه به نظر میاد که ایران داره سرباز میزنه از این اقدام، اما به نظر من ادامه سیاست فشار حداکثری بعد از اینکه پرزیدنت ترامپ در ماه نوامبر برنده بشه، اون وقت معادله خیلی فرق خواهد کرد از در رابطه با رژیم تهران. آقای روحانی امروز در سخنرانیش گفتش که تحریم‌ها در واقع معیشت مردم ایران رو هدف گرفته، نه جمهوری اسلامی رو. Right, so that's patently not correct on a couple of fronts. First of all, because all American sanctions have humanitarian exceptions that allow for the provision of humanitarian aid, food aid, health aid, so that's not the case. But it's also very clearly a political move to try to distract the attention of the Iranian government from the fact that the regime of Iran is much more به دنبال دخالت‌ها و ماجراجوهای منطقه خودشه تا اینکه به فکر شکم و سفره مردم خودش باشه. بنابراین این تحریم‌ها خاصیتش اینه که مانع بشن و محدود کنن قدرت ایران رو برای اینکه در خارج از مرزهای خودش زیان بزنه به منطقه و کشورهای دیگر. و واقعیت اینه که الان چه از نظر ثبات داخلی و چه از نظر توان اقتصادی رژیم ایران برای اینکه بتونه این فعالیت‌های ماجراجویانه رو بهشون بودجه مالی اختصاص بده، می‌بینیم که سیاست فشار حداکثری داره جواب میده و در آینده هم بیشتر خواهد شد. متشکرم ایلان برمن از مؤسسه شورای روابط خارجی آمریکا.
و اما احسان زاهدانی مدیر ارتباط مردمی نایاک شورای ملی ایرانیان آمریکا از لس آنجلس با ماست. آقای زاهدانی خوش آمدید به برنامه. آقای روحانی در بخشی از صحبت‌هاش گفته که آمریکا نمیتونه ما رو مجبور به گفتگو بکنه و نه جنگ. اگر که دونالد ترامپ در روز 4 نوامبر دوباره رأی بیاره، واقعا ایران میتونه 4 سال دیگه دووم بیاره، نه مذاکره بکنه، نه وارد جنگ با آمریکا بشه؟ سلام خدمت شما و بینندگان عزیزتون. ببینید، در 4 سال گذشته سیاست‌های دولت کنونی آمریکا و فشار حداکثری به شکلی بوده که تقریبا بی سابقه بوده و دیدیم که به هر ترتیبی بود با فشاری که در واقع به مردم اومد این سیاست ها ادامه داشت و مسئله اینه که آیا این در واقع روشی که سیاست های دولت کنونی آمریکا در صورت انتخاب در واقع ترامپ ادامه خواهد داشت یا نه. اگر آقای ترامپ انتخاب بشه مجدداً 100% پیشبینی که ناظران دارن محاسبات ایران تغییر خواهد کرد و تغییر محاسباتی که صورت میگیره ایران با تغییراتی که میده در مسائل سیاست‌های هسته‌ای خودش اهرم‌های فشار رو بالاتر خواهد برد و ممکن هست که حتی به تغییرات بزرگی دست بزنه در مسئله غنی‌سازی و سیاست‌های هسته‌ای و این منجر میشه که دولت آمریکا همونطوری که در دولت اول آقای اوباما در اونجا در دوراهی قرار گرفته بود بین پذیرش ایران به عنوان یک کشور هسته‌ای یا برن به سمت جنگ، یعنی دو گزینه بود، گزینه سوم که دیپلماسی بود انتخاب کردن. برآیند صحبت‌ها بر اینه که اگر آقای ترامپ انتخاب بشه احتمالاً اینجوری که خودشون گفتن میخوان که در واقع مذاکراتی رو به ایران داشته باشن و ما همیشه شاهد بودیم که در دولت دوم دولت‌های آمریکا مثل دولت دوم آقای بوش، دولت دوم آقای اوباما، دولت دوم آقای کلینتون و بقیه رؤسای جمهور همیشه سیاست‌های بیشتر دیپلماسی شکل گرفته تا سیاست‌های در واقع تقابل جویانه و بستگی داره به شرایط اون موقع. آقای زاهدانی، همین الان درباره تفاوت این که برنده انتخابات چه کسی باشه صحبت می‌کنیم. آقای روحانی در بخشی از صحبتاش گفتش که اساساً هر دولتی که در آمریکا انتخاب بشه مهم نیست، آمریکا تسلیم تاب‌آوری مردم ایران میشه. آیا واقعاً میشه پذیرفت که اهمیتی نداشته باشه برای جمهوری اسلامی که چه کسی پیروز انتخابات میشه؟ قطعاً اهمیت داره. آقای بایدن که در زمان آقای اوباما معاون ریاست جمهوری بودن از طرفداران مذاکره و دیپلماسی و برجام بودن، حتماً اینطور هست. من این مسائلی که مطرح میشه که در واقع برای ایران تفاوتی نمی‌کنه رو کاملاً در واقع رد می‌کنم و اینطور نیست. این در واقع تعارفات سیاسیه و این که می‌خوان در واقع به این شکل نشون بدن که برای ما فرقی نداره، ولی در عمل قطعاً تفاوت خواهد داشت رویکرد آقای بایدن با رویکردی که آقای ترامپ و ادمینستریشن ایشون خواهد داشت. در همین بخش از صحبت‌هاش آقای روحانی گفته که آمریکا تسلیم تاب‌آوری ملت ایران میشه. ما در شرایطی هستیم که ارزهای خارجی چند برابر شده قیمتش، داریم از دلار نزدیک به 30,000 تومان صحبت می‌کنیم. این تاب‌آوری ملت ایران که آقای روحانی احساس می‌کنه به نمایندگی از مردم میتونه راجع به صحبت بکنه، واقعاً کجا داره لمس میشه؟ اصلا آیا کسی نظر مردم ایران رو خواسته درباره دشمنی با آمریکا؟ ببینید، به سوال خیلی خوبی اشاره کردید. مسئله اینه که همین 4 سال گذشته که تحریم‌های فشار حداکثری که روی ایران بوده، فشارش در واقع روی مردم اومده. نه خیر، من فکر نمی‌کنم نظرخواهی از مردم شده تو این 4 سال، اما مسئله اینه که واقعا ناظران بین‌المللی ببینن که واقعا فشاری که در واقع وارد بر ایران شده بر این فشار حداکثری سفره مردم رو کوچیک‌تر کرده، مردم تضعیف شدن، قشر در واقع متوسط جامعه ایران که در واقع میتونه موتور محرکه اون جامعه مدنی ایران باشه رو در واقع تضعیف کرده و اینها همه در واقع دودش به چشم مردم رفت و دودش به چشم در واقع اون روند جامعه مدنی ایران رفته و این واقعا تأسف‌باره. و من اشاره میکنم به صحبت‌های مهمان قبلی شما که گفتن که مسئله دارو
تحریم نیست، خب این واقعا یه بحث دیگه خیلی ملال‌آوری شده، به خاطر که روی کاغذ ولی دارو تحریم نیست، همه جا گفته شده، ولی در عمل هیچ بانکی حاضر نیست که این معاملات مربوط به دارو رو انجام بده. اگر هم انجام بشه در جاهایی با سختی و مشکلات فراوان همراه بوده و ما شاهد بودیم که در دولت‌های گذشته آمریکا، حتی در دولت جمهوری خواهان آقای بوش، در فواصلی در مقاطعی به مدت چند ماه تحریما رو در واقع متوقف کردن که کمک رسانی بشه، اما ما دیدیم در این 6 ماه گذشته که مردم ایران دچار مسئله کرونا بودند و همگیری، همچنان این تحریما افزایش پیدا کرد و هر گونه تخفیف یا تلطیفی تو این تحریما صورت نگرفت. متشکرم احسان زاهدانی از نایاک شورای ملی ایرانیان آمریکا. به رغم اصرار آمریکا برای بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت و تحریم‌های بین‌المللی ایران، همچنان بعضی از قدرت‌های جهان می‌گویند که این قطعنامه‌ها لازم الاجرا نیست. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته که بر اساس برنامه‌ریزی قبلی، تحریم تسلیحاتی ایران در روز 18 اکتبر یعنی 27 مهر ماه به پایان خواهد رسید. او در این حال حاضر نشد تایید کند که روسیه به ایران سلاح خواهد فروخت یا نه. آقای لاوروف البته گفته که بخش خصوصی تصمیماتی مجزا از دولت می‌گیرد و برای او عجیب نخواهد بود که آمریکا شرکت‌های خصوصی طرف معامله با ایران را تحریم کند. کیوان حسینی گزارش می‌دهد. تسلیحاتی که سال‌هاست دست جمهوری اسلامی ایران از آنها کوتاست. تسلیحاتی که بر اساس قطعنامه 2231 سازمان ملل فروششان به ایران ممنوع شد تا روز 18 اکتبر امسال، 27 مهر ماه، یعنی 26 روز دیگر. بعد از آن ایران اجازه خواهد داشت تا همه این تسلیحات را که محصولات صنایع نظامی روسیه هستند خریداری کند. اما آمریکا میگوید که اجازه نخواهد داد کسی به ایران سلاح بفروشد. با ارجاع به گزینه ماشه و اصرار آمریکا مبنی بر اینکه از 2 روز پیش اجرای قطعنامه‌های قدیمی سازمان ملل درباره ایران ضروری هستند. Our actions today are a warning that should be heard worldwide. No matter who you are, if you violate the UN arms embargo on Iran, you risk sanctions. وزیر خارجه آمریکا میگوید اگر کشوری قطعنامه‌های قدیمی را اجرا نکند تحریم خواهد شد. موضعی که مخالفانی سرسخت دارد، از آن جمله روسیه. There is no such thing as an arms embargo against Iran. چیزی به اسم ممنوعیت فروش سلاح به ایران وجود ندارد. در قطعنامه 2231 شورای امنیت که با رأی مثبت همه اعضای این شورا تصویب شد، آمده که ورود و خروج تسلیحات به ایران باید توسط شورای امنیت بررسی شود. بر اساس همین قطعنامه این مکانیزم برای فروش سلاح به ایران در روز 18 اکتبر امسال متوقف می شود. بعد از این روز هیچ محدودیتی برای فروش سلاح به ایران وجود ندارد. Would be subject to consideration by the Security Council. اختلاف نظر آمریکا و جامعه جهانی بر سر این قطعنامه هاست. 6 قطعنامه که در فاصله سالهای 85 تا 89 صادر شدند و بر اساس قطعنامه 2231 همگی تعلیق شدند. مشکل اینجاست که در بین قدرت‌های جهان که کنترل و نفوذ قابل توجهی بر اینجا سازمان ملل دارند، آمریکا یک تنه مصر است که ماشه پیشبینی شده در قطعنامه 2231 را کشیده و از 2 روز پیش هر 6 قطعنامه قدیمی باید بار دیگر اجرا شوند. و از میان این قطعنامه ها آخرین آنها، یعنی قطعنامه 1929 که 10 سال پیش تصویب شد، قطعنامه ای است که برای آمریکا از 5 قطعنامه دیگر بسیار مهمتر است. بر اساس این قطعنامه تحریم ایران به شکل قابل ملاحظه ای گسترش یافت. تحریم کامل تسلیحاتی علیه ایران برقرار شد. برنامه موشک‌های بالستیک ایران ممنوع اعلام شد. اختیارات همه کشورها برای بازرسی از کشتی‌های ایرانی افزایش یافت. نام شرکت‌ها و افراد بسیاری به فهرست تحریم‌های سازمان ملل وارد شد. کشورها ملزم شدند در صورت کشف موارد دور زدن تحریم توسط ایران، این موارد را به شورای امنیت گزارش کنند. و همچنین از همه خواسته شد تا در معامله با ایران محتاط باشند و روابط مالیشان را با ایران محدود کنند. این تحریم‌ها در واقع همگی زمانی تحریم‌های مصوبه سازمان ملل بودند که به شکل سختگیرانه‌ای از سوی این سازمان اجرا می‌شدند. اما این بار نه دبیر کل سازمان ملل و نه شورای امنیت هیچ کدام حاضر نیستند که ادعای آمریکا را بپذیرند و این تحریم‌ها را اجرا کنند. حتی متحدان اروپایی آمریکا در میان قدرت‌های جهانی هم پشت ادعای واشنگتن نایستادند.
موضوعی که از نظر آمریکا دور نماند. مایک پومپئو که در 48 ساعت اخیر 8 بار درباره بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران توییت‌هایی منتشر کرده، در یکی از آخرین موضع‌گیری‌هایش همین شرکای اروپایی را مخاطب قرار داده. امیدوارم اروپایی‌ها بفهمند که اگر واقعاً می‌خواهند نقش رهبری بازی کنند، اگر واقعاً می‌خواهند بخشی از ائتلاف جهانی برای کاهش خطرات در خاورمیانه باشند، باید به ما بپیوندند. ما نیاز داریم که ماشه را بکشیم و این تحریم‌ها برگردند. اگر مهمترین نگرانی آمریکا در حال حاضر این است که ایران از روسیه یا کشورهای دیگر این ادوات نظامی را بخرد، همچنان تا پایان محدودیت‌های شورای امنیت بیشتر از 3 هفته مانده. برای اجرای یک جانبه تحریم های همه جانبه می تواند به تنشی تازه تبدیل شود. تنشی که ابعاد آن به کنش و واکنش بازیگران اصلی یعنی واشنگتن و تهران بستگی خواهد داشت. کیوان حسینی، بی بی سی. پخش مستند کودتای خزنده در سپاه از بی بی سی فارسی واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته. در این مستند نوار صوتی جلسه ای از فرماندهان جنگ ایران و عراق با محسن رضایی فرمانده وقت سپاه منتشر شده که حسین باستانی زوایایی از اون رو تشریح کرده. در این صحبت‌ها برادر ذوالقدر که به عنوان مسئول آموزش سپاه مورد اشاره قرار می‌گیره، محمد باقر ذوالقدر که بعد از جنگ به ریاست ستاد مشترک و جانشینی فرمانده کل سپاه میرسه. حسین علایی رئیس ستاد قرارگاه کربلاست، مهمترین قرارگاه جبهه جنوب پیش از تشکیل قرارگاه خاتم الانبیا که بعداً نخستین فرمانده نیروی دریایی سپاه میشه. برادر رحیم یحیی رحیم صفویه که بعداً فرمانده نیروی زمینی سپاه و بعد از محسن رضایی فرمانده کل سپاه میشه. برادر رشید معاون وقت عملیات سپاه و فرمانده فعلی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا است. داوود کریمی هم فرمانده ستاد عملیات جنوب در اوایل جنگ و فرمانده قبلی سپاه تهرانه که در این سمت مؤسس تیپ‌های 27 محمد رسول الله و 10 سید الشهدا محسوب میشه. هرچند به علت اختلافاتش با مدیران ارشد سپاه در زمان برگزاری جلسه به حاشیه رانده شده. همکارم پویا قربانی از گروه شبکه‌های اجتماعی بی بی سی با ماست. پویا، شاید بشه گفتش که واکنش‌ها رو بشه به چند دسته تقسیم کرد. از واکنش‌های طرفداران حکومت شروع بکنیم. اونها چه گفتن؟ رانا، پخش این مستند که حاوی برای عموم مردم حاوی ناگفته‌هایی بود که تا پیش از اون در انحصار گروه خاصی بود، در انحصار گروهی نزدیک به حکومت بود که خودشون رو به نوعی صاحب جنگ میدونستن و صاحب دستاوردهای اون میدونستن، واکنش‌های زیادی داشت. از اولین واکنش‌های طرفداران حکومت اگه سوال بکنی این هستش که بسیاری واکنش داشتن که چرا قبل از بی بی سی نهاد دیگه‌ای در داخل حکومت ایران این نوار رو پخش نکرده. در حقیقت یه انتقاد به خود دارن میکنن که چرا باید مخاطب در ایران همچین نواری برای اولین بار از بی بی سی پخش بشه. بعضی دارن در گروه های خودشون صحبت میکنن که این بارها مطرح شده بوده، اما ما میدونیم که برای اولین بار هست که در برای عامه مردم این مطرح میشه. شاید در محافل خصوصی، در جمع نزدیکان حکومت این موضوع مطرح شده، اما میدونیم که ما این نوار برای بیش از حدود 3 دهه مخفی نگه داشته شده و رسانه‌های حکومتی تنها بعد از اینکه تبلیغ این
مستند رو دیدن، در همین هفته گذشته شروع کردن به انتخاب‌های منتخبی از این نوار. از اون طرف بعضی‌ها دارن اشاره می‌کنن به اینکه آره نقد جنگ همیشه باید باشه، و اما در اون سوی قضیه چرا تا الان معطل مونده؟ اون در حقیقت کسانی هستن که دارن در مقابل این گروه صحبت میکنن. اگر نقد جنگ رو اینا مجاز میدونن، چرا تا حالا نشده؟ چرا تا حالا فقط بجز نکات بسیار کوچکی که بله بعضی از فرماندهان جنگ منتقد بودن، به این وضوح ما اونطور که در مستند میبینیم به صراحت داره به برادر محسن رضایی انتقاد میشه و او رو میگن که اصلا از جنگ چیزی نمیدونی و از وقتی هم که اومدی در ستاد نشستی و بازم در میدان عمل نبودی. به هر حال این بحث ارزیابی عملکرد محسن رضایی هم یکی از بحثایی هستش که در همون سمت حکومت هم شاهدش هست. مخالفان حکومت چی میگن؟ یکی از اولین چیزهایی که میشه دید در میان واکنش‌ها حیرت بسیاری هست از اینکه چطور گروهی از فرماندهان معترض اینطور اونطور که در روایت مستند می‌بینیم اول به حاشیه رونده شدن، بسیاریشون ترجیح دادن که به عنوان سرباز ساده به جنگ برن و ارمغانی به غیر از کشته شدن در جنگ نصیبشون نشده، بعضیاشون که زنده موندن در انزوا به سر بردن و به بیماری مبتلا شدن یا از کشور خارج شدن. این چیزیه که مثلا جیلا بنی یعقوب در کویتی بهش اشاره کرده، گفته که سرنوشت معترضان و منتقدان محسن رضایی اشاره کرده به اون و گفته که یکی عده‌شون در جنگ کشته شدن، بعضی از کشور خارج شدن، بعضی هم در به انزوا رفتن. اما بحث دیگه‌ای که در اونور هست بحث اینه که آیا این روایتی که ما داریم در این مستند می‌بینیم، این سوالی که داره مطرح میشه، آیا موضوع سهم‌خواهی عده‌ای از فرمانده‌ها هست یا اینکه نه پافشاریشون برای جلوگیری از انحصار طلبی گروهی دیگر؟ این به هر حال بحثی که داره انجام میشه. و یکی دیگه از چیزایی که میشه گفت، مثلا من توییت قاسم محمدی از زخمی‌های جنگ ایران و عراق رو دیدم که تمجید کرده بود، گفته بود که به هر حال اون حرفا رو در شاید در اون جمع‌های خصوصی شنیده باشه، ولی خوشحال بود از اینکه این حرف‌های ناگفته برای بسیاری از مردم عنوان شده و این اختلاف در سطح فرماندهی به وضوح به چشم مردم اومده. اما وقتی اشاره می‌کنیم به اسم برادر محسن رضایی، بسیاری به نقش هاشمی رفسنجانی هم اشاره می‌کنن، به نقش طیف مصباح هم اشاره می‌کنن و حتی حالا در منتخب توییتایی که گذاشتم بینندگان می‌تونن ببینن، حتی ادامه عملکرد اون طیف رو حتی تا سال 88 هم بعضیا ارزیابی کردن، گفتن که نتیجه به انزواروندن مثلا آیت الله منتظری رو شاید در سال 88 بشه در انتخابات 88 به حصر میرحسین موسوی دید. در حالت این یه تحلیلیه که بعضی از مخاطبا داشتن. و همینطور اونطور که مثلا در این میدونیم که همزمان با هفته جنگ هم هستیم در ایران، به نقش هاشمی رفسنجانی اشاره میکنم، اون رو سردار صلح میدونن. اما بسیاری از این طرف از مخالفان حکومت جمهوری اسلامی او رو یکی از عوامل ادامه جنگ اتفاقا میدونن بعد از فتح باز پسگیری خرمشهر. به هر حال این بسیاری واکنش ایجاد کرده و از اون طرف رسانه‌های نزدیک به حکومت هم وعده دادن که مطالبی رو در این زمینه عرضه کنن که با مخاطبا منتظریم ببینیم که اونها چه است. متشکرم پویا قربانی از گروه شبکه‌های اجتماعی بی بی سی فارسی. اگر این مستند رو ندیدید روی کانال یوتیوب بی بی سی فارسی در دسترس، توصیه می‌کنم که این مستند رو از دست ندید. معلوم نیست چند کودک زیر 18 سال در جبهه های جنگ ایران و عراق جنگیدند. بر اساس آمار بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، فقط 33 دانش آموز در جنگ کشته شدند. حکومت ایران در 4 دهه گذشته از نوجوانان کشته شده در جنگ با افتخار یاد می کند. داستان هایی مثل حسین فهمیده بارها تکرار شده. بر اساس پیمان نامه حقوق کودک، شرکت آنها در جنگ ممنوع است، ولی ایران در آن زمان عضو این پیمان نبود. در 40مین سالگرد آغاز جنگ، کاوه مشکات از داستان یک کودک سرباز و عکاسی که شاهد حضور این سربازان بوده گزارش می‌دهد. من کلاس سوم راهنمایی ام، اومدم اینجا. امتحانات دادی اومدی؟ بله امتحان. بله. من در حدود 16 سال. برای چی اومدی؟ برای اینکه
پاسخ ایوان لبیک ببین. احمد 17 ساله بود که به جنگ رفت. همان سالهایی که هزاران نوجوان همسن و حتی کوچکتر از او به جبهه ها می رفتند. من خب خیلی سنم پایین بود. مرتب می رفتیم ما را اوائل جنگ ببرن، هم سنمون پایین بود هم قدتون. ولی سال 63 به هر حال ما رفتیم که ما را ببرن جنگ. یکی از بچه ها من عملیم شناسنامه رو تقلب کردم. من 17 سالم بود، خاک کردم با تیر کردم 19 سال. یه ما دیگه می سخت می دهد. من یه ما دیگه پاید. الان این دیشانی سخته. نه، من خواهی می سخت می کنم. یعنی می رم. یه را داریم باز شما الان در خونه مهم تر از اینکه. نه، نه، 64 چند ماه مشکلاتی پیش اومد، دیدم دوباره رفتم جنگ. یعنی درست اوج ولفجر 8 بود. روزی نبود که روزنامه ها و مجله ها عکس و خبری از جنگ و جبهه منتشر نکنند. روزنامه جمهوری اسلامی هم که یک سال پس از انقلاب انتشارش را شروع کرده بود، عکاس جوانش سعید صادقی را از همان ابتدای جنگ به خوزستان فرستاد. از زمان 8 سال جنگ 74 ماش تو منطقه و هر 34 تا عملیات حضور داشتم و 3-4 بارم زخمی شدم. مدتی پس از آغاز جنگ، ضعف ایران در جبهه زمینی باعث می شود استراتژی نظامی ایران روی بسیج مردمی متمرکز شود. روایت های جنگیدن کودکان 13 ساله تبدیل به داستان های ابرقهرمانی شد و هزاران کودک سرباز بدون اینکه کسی جلویشان را بگیرد راهی جنگ می شدند. والا فضایی بود که فضای تبلیغاتی، فضای انقلاب، فضای جنگ، یه فضایی بود که برحال ما برحال هرچی بود که یک تحت تأثیر فضایی قرار می گرفتیم که بریم از وطنمون دفاع کنیم، حتی جونمونو بدیم و حتی عشق شهادت داشتیم. یعنی از وطنمون دفاع کنیم عشق شهادت هم داشتیم. بچه های ما امروز در تظاهرات و هیئت ها و روزخوانی ها بزرگ می شوند. این شکل پمپاژ کردن احساسات، خود من از زاویه عکاسی به یه پختگی رسیده بودم، به تجربه رسیده بودم که تأثیر داشت توی تبلیغات سطح جامعه. حکومت ایران پس از گذشت 40 سال همچنان از حضور نوجوانان در جنگ تقدیر می کند و آن را نشانه بلوغ بالای آنها می داند. نوجوان‌های 14 ساله، 15 ساله رفتن توی میدان جنگ مثل مردان جوان کارآمد رشید جنگیدن. بعضی به شهادت رسیدن مثل حسین فهمیده، مثل کوه. یه پسر بچه 16 ساله، 15 ساله، 17 ساله مثل کوه در دوران اسارت در مقابل اون مأمور بعثی خبیث و سختگیر می ایسته. کجا این چیزا هست؟ کجای دنیا هست؟ معلوم نیست چند کودک سرباز در جنگ ایران و عراق شرکت داشتند، اما بر اساس آمار نهادهای نظامی بیش از 33,000 دانش آموز در این جنگ کشته شدند و بعضی اسیر و تعدادی هم شیمیایی. برخی هم صحنه مرگ رفقایشان را هیچ وقت از یاد نبردند. ماسکم داشتم، نه اینکه نداشته باشم، اینه که مثلا حالا دست کی افتاد، چطوری ماسکم چی شد، از دستم خارج شد، خداییش من یادم نیست.
که خودم بیمار شدم بعد که شیمی زد. به هر حال من آمدم پدای شکمی رو آب دادم، به دماغم بستم، دوباره بعد از حتی آتروپین به خودم زدم دیگه. بعد آمدیم عقب، خیلی اونجا تاثیر آنچنانی نداشت که ما بیافتیم، اوایل چیز بود، ولی بعدها که اومدیم پشت خط سینمون درگیر میشد، باز مدتی خوب میشد، با کوچکترین نمیدونم سرمایه، با کوچکترین گرد خاکی. مواجهه با این اتفاق تا به امروز نوجوانانی که به جنگ رفتند و حالا مردانی میان سالند را رها نکرده. این به خصوص در مورد کودکان روی تمام زندگیشون اثر گذاشته، نه اینکه بزرگ سالان نمیگذاره، ولی به خاطر اون در حال رشد بودن مغز کودک، اون آسیب مرتبط با استراب و استرس سمی، این روند اون رشد رو مختل کرده و بعضا اینها دچار اختلالات تمرکزی شدن، دچار اختلالات رفتاری شدن، اینها دچار کابوس هایی بعضا شدن. شجاعت نوجوانان در جبهه ها روایت رسمی آن روزها بود، ولی در جبهه و سنگر کودکان پس از دیدن چهره واقعی جنگ در سنگر کس کردند و گریستند. عملیات ولفج مقدماتی، همین تو خودم که پیچیده بودم زمینه میکندم که به اصطلاح گلوله یا ترکش به من نخوره، یا صدای یک ناله شنیدم، فریاد میکشید، به مادرش فوش میداد، یکی خوردم، به سختی خودم رو سمت نزدیکش دو متر بیشتر فاصله نداشتیم، خودم انداختم تو سنگر این نوجوان، که وقتی برخورد کردم اصلا این خیلی جوونه، نوجوانه، شاید دیگه بکنم 12 سال، بیشتر دیگه نداشت. بغلش کردم، تو اون زار گریه، از ترس وحشت کرده بود، زار گریه میکرد، فقط هم به مادرش فوش میداد. گفتم چرا به مادرت فوش میدی؟ مگه اون تو رو آورد اینجا؟ اون به من تشویق کرد که برم اینجا، من برای جانم و فدای نهضت امام خمینی بکنم. بعد این دوربین من رو دید یه کمی و خودم رو دید، آرامش پیدا کرد. روایت های مختلفی از استفاده از کودک سربازان برای باز کردن معبرهای مین نقل شده. خسته بودم، یه جایی رفتم توی سنگر خودم رو در واقع ولور کردم، همینجا یواشاش یه زمان حس اشک و ناله اونا شنیدم، جو خوردم، بلند شدم، تاریکم بود دیگه، بعد رفتم سمت سنگرهای بالاتر، دیدم یه تعداد جوان نوجوان اونجا دارن گریه و زاری میکنن. من اومدم تو پتوام به دم در آویزون کرده بودم، پتوهای سربازی، بعد رفتم سمت این پتو رو کشیدم که برم داخل، یک نفر اونجا نذاشت من برم داخل، ایشون اومد بیرون گفت ببین اینا قرار برن مثلا روی مین، دارن آخرین ناله ها و سوزای اون احساسشون رو میریزن بیرون. من خیلی شوکه شدم، اینقدرم خسته بودم، همون دمه در همونجا خوابم بود، داشت بخواهی یه زمان بلند شدم که موقع همه رفتن، سرصدایی هم نیست. من به هر حال رفتم سراغ اینها، من یکی دوتا که زنده بودم دیدم همون هستن، رفتم سراغ، گفتم چی شد؟ گفت بچه ها راه باز کردن، رفتن دیدم تعدادی از این بچه که اون شب اونجا بودن روی مینها در واقع حرکت کردن و جانشون رو فدا کردن. بعضی از آن سربازان کوچک همان عکس های روی دیوار باقی ماندند و تعدادی هم برگشتند. سعید صادقی، عکاس جنگ، پس از 30 سال تصمیم میگیرد به دنبال صاحبان این عکس ها برود. 12 سال شروع کردم این جستجو رو انجام دادن. مادری که فرزندش در عملیات کربلاپن شهید شده بود، من سال 96 بردم پیداش کردم، این چنان این عکس منو گرفته بود، در آغوش گرفته بود، انگار بچهش زنده شده، یعنی از اون ور دنیا اومده پیشش. نوجوان بود اون موقع که عکس گرفته بودم، نوجوان بود، بود مثلا زیر 14-12 تو این موقع سنش، من تو سنش دقیقا ذهنم نیست، تو عکسای اون روز در این جستجوهای من خیلی روح و روان جدیدی وارد بدن این خانواده ها میکنه، چون اکثرا افسرده و در عمق زخمای جنگ پیچیده شدن.
احمد حالا 50 سال از عمرش گذشته، ولی زخم‌های جنگ همچنان با اوست. او دنبال جواب سوالی است که پاسخ دادن به آن سخت است. واقعا 40 سال گذشته می‌بینیم که من مثلا چه آثاری از جنگ دارم؟ یک بچه معلول 85%، یه پای ببخشین دو برابر پای دیگه تو کفش جانو میشه. خب من واقعا وقتی اینا رو میبینم خودم اصلا مشکوک میشم، مثلا برای چی اصلا رفتم تو دو راهی سه راهی چهار راهی این کار گیر کرده. کاوه مشکات، بی بی سی. امروز 82 سال روز تولد محمدرضا شجریان، استاد آواز ایران. آقای شجریان بعد از آخرین پیام ویدیویی خود در نوروز 1395 دیگر به دلیل بیماری در هیچ برنامه عمومی ظاهر نشده. همزمان بر اساس مدارکی که به تازگی به دست بی بی سی فارسی رسیده، محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران در نامه‌ای محرمانه از پرویز حناچی شهردار خواسته که تا اطلاع ثانوی مصوبه شورا را در مورد تغییر نام خیابان به نام محمدرضا شجریان اجرا نکند. شماری از محافظه‌کاران تندرو آقای شجریان را خواننده فتنه نامیدند. فرج بلفکن در گزارشی زادروز استاد آواز ایران را گرامی داشته. خداوندگار آواز زمانی ما می‌خوانندش. 80 سال پیش در چنین روزی سرنوشت او بر الهان موسیقی رقم خورد. به قول لسان الغیب، رباب و چنگ به بانگ بلند میگویند که گوش هوش به پیغام اهل راز کنید. محمدرضا شجریان در بیش از 50 سال زندگی هنری حرفه‌ایش همواره اجراهای شورانگیزی داشته. بهترین توصیف را هم از زبان یار گرم و گلستانش بشنویم. دونست آقا چه خوبان همه دارن، تو تنها داری توانایی هاش در اجرای ابیات اغزال سروده های بزرگان ما، بزرگان ما که میگم بزرگانی که واقعا شاید بشه گفت که در جغرافیای فرهنگ بشری جایگاه خاصی دارن، اما شجریان سهم بسیار بزرگی داره. گاه فکر میکنم که مردم ما باید بیشتر شجریان دوست داشته باشن، چون حافظ، سعدی، مولانا، خواجو، هر آن کی که به سمتش میره و جلب و جذبش میشه دقیقا بغل میکنه، میذاره توی بغل مخاطبش. یا به تعبیری که سایه شاعر معاصر از این غزل حافظ دارد و اجرای استادانه آقای شجریان در گوشه راک دستگاه ماهور. بعضی تیکای آواز شجریان شاهکار بود. من فکر می‌کنم اگه حافظ بود پا می‌شد غرق بوسه می‌کشد. اونطوری به مفلسانی و مفلسانی خیلی عشق. اما از سبک و سیاق آوازی آقای شجریان چه می‌دانیم؟ در حال استاد شجریان چند دوره مختلف رو در کار آواز طی کرده. یعنی دوره اول که من نامش میذارم دوره تقلید، که سالهای قبل از آشنایی با مرحوم برومند و حتی رفتن از عبدالله خان دوامی بوده، استاد عبدالله خان دوامی که تازه به تهران اومده بودن و بیشتر تحت تاثیر کارهای زلی بودن، تا حدودی از کارهای استاد بنان در واقع تقلید میکردن. یه دوره برخی از آوازهاشون شما میبینید از کارهای استاد احمد قوامی فاخته‌ای در واقع تقلید میکنن. این دوره خودشون هم البته به این ماجرا معترفن در گفتگوهاشون که دوره تقلید بوده. حتی
جای عنوان میکنن که وقتی من زلی گوش میدادم دیگه هیچ کار دیگه گوش نمیدادم، چون میخواستم دقیقا لحن کار زلی در واقع توی جان من بشه. دست به جان نمیرسد تا به تو برفشان. چه بسا غیبت سالهای اخیر آقای شجریان به دلیل مبارزه با بیماری سرطان ریه موجب شده که برخی از استادان موسیقی به فکر جانشینانی برای فردا باشند. استاد شجریان وقتی استاد برومند با ایشون کار میکردن، مثلا آوازهای طاهرزاده رو با ایشون کار میکردن دیگه، همون راک معروف یا اصفهان یا بقیه آوازها، خب اینا آوازهایی بود که آوازهای طاهرزاده بود و شجریان هم از همون مسیر به اون جایگاه رسید. هیچ وقت من خودم رو به عنوان ببخشید میگم استاد محمد رضا شجریان نمیشناسم و خودم رو اینجوری نشناختم. همیشه خودم به عنوان یه آدم معمولی که دارم با همه زندگی میکنم و نیازها رو حس میکنم و برحال از اون جایگاه و دیدگاه به جامعه هم نگاه میکنم، ولی بعد موقعی که میخوام کار بکنم میگم خب حالا من باید این حرف رو بزنم. صرف نظر از همکاری با حدود 90 برنامه گلها، از آقای شجریان بیش از 60 اثر برجسته آوازی هم منتشر شده. علاوه بر اینها به ویژه در دهه 60 که موسیقی ایران یکسره به محاق رفت و اجرای عمومی کنسرت ها فراهم نبود، در محافل خصوصی حدود 300 اثر از او ضبط شده که همچنان برای شنیدنشان باید منتظر ماند. فرج بادفکن، بی بی سی. مجید درخشانی، آهنگسازی که در چند آلبوم با محمد رضا شجریان همکاری داشته، امروز اثری رو به مناسبت تولد 80 سالگی او منتشر کرده. شعر این اثر رو سیاوش کرد سروده و علی خدایون رو خونده.
شده سر حلقه رندان مست. سوی خودت خان به صدای مرا، سوی خودت خان به صدای مرا. جام توهی پر بکنه جان 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 جان. در شب وصلت، در شب وصلت بده جایی مرا. میگذرم با تو من از آسمان، ما هم به همراه تیم خبری 60 دقیقه 80 سالگی استاد شجریان رو به همه ایرانیان تبریک میگیم. شبتون خوش.